فلسفه ماها که میگن نمیدونم طرف فروردینی جذابه یا نمیدونم آبانی جذابه، مردادی جذابه، بهمنی جذابه. واقعا اینا قضیهاش چیه؟ من که نفهمیدم، خودم دو سه جا هم خوندم، خودم اون ماهی که بودم، والا هم بودم هم نبودم، اون خصوصیات هم داشتم هم نداشتم. امروز اومدیم یه ذره با هم دیگه صحبت کنیم، بیشتر با هم آشنا بشیم. بمیگی کدوم ماه به دنیا آمدی، چه روزی به دنیا آمدی، تو تقویم دنبال تاریخ تولدت بگردیم، چرا که نه. پس قبل از هر چیزی دیگه میدونیم باید چیکار کنی؟ ویدیو رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن، زنگولش هم بزن، کامنت حتما برام بنویس متولد چه ماهی هستی، حتما خیلی مشتاقم بدونم چه روزی چه ماهی. خیلی خوبه، آره چرا که نه، بیشتر با هم آشنا میشیم. میشه یه سال خیلی خوب شروع کنی قطعا از بهارشه، اگر نه بی خود نبوده که میگن سالی که نگوست از بهارش پیداست، چرا که نه. قطعا اگه بهار خوبی داشته باشیم، یه بهار 402 خیلی بهار خوبیه زن برای هممون. اوخی اون سال بهتری سالی میشه که داشتیم. پس اگه میخوای سال خوبی داشته باشی از بهارش شروع کن، ببین چطوری بوده، حواست به بهارش باشه، همیشه بهار زندگی تو دریاب. تو سال فقط یه بار برات اتفاق میافته، ایشالله که کل زندگیت بهار باشه. بهاره و شروعش با فروردین. تراوتی که فروردین داره زن به این ما اردی بهشت، دقیقا بیشترین سرسبزی اوجه فصل ماه وسطشه، چه از بهارش گرفته، چه تابستون، چه پاییز و چه زمستونش. از بهترین فصل بر مسافرت از تازه شدن روحت و جلا میده این ما.
نشم. و اما ماه سوم بهار، ماهی که برای دانش آموزای که خوشایند نیست چون امتحان دارن، ولی برای من خیلی خوشاینده. چرا؟ چون توی ماه به دنیا آمدم. سرده نه گرمه، یه چیز خیلی کول و باحالیه، خیلی دوستش دارم. هر کس ماه خودشو دوست داره، اینم باید بدونی. وصل وصله عشق و حاله. تابستون بعدش میاد، روزا دراز، شبای ناب، چه شب بیداری هایی که نداریم تو تابستون، چه تابستونی بشه 402. فکرشو بکن با کسی که دوستش داری، پارتنرت، هر شخصی تو زندگیت با ارزش ترینش. این تصور رو داشته باش. چشماتو ببند، چشماتو ببند، ببند، ببند. با پارتنرت، با کسی که خیلی دوستش داری، یکی هر روزای تیره رفتی بام تهران، در پیچشو میره، میرسی بالا، جایی که دیگه از اونجا بعد باید با تلکابین بری بالا، دقیقا همونجا قبل از اینکه به تلکابین ها برسی سمت راست تهران رو زیر باد میبینی. میری لب اون پرتگاه زیبا میشی، سرشو میذاره روی شونت، یکی از بهترین لحظه هاست. آره واقعا یکی از بهترین لحظه ها، چرا که نه. همه چی آزاد، دیگه کسی به کسی سو یه قهوه نگم برات، چنان گرمایی داره به قول این خارجی ها هاته هات، میرسی به مرداد، گرمایی که گرما رو خیلی دوست ندارم، ولی واقعا مرداد یه دلگرمیه برای ادامه مسیر. کلا اونایی که متولد تابستونن گرمی خاصی دارن، چه تو صحبتشون، چه تو زندگیشون، چه تو روابطشون.
عشق و حاله و یواش یواش داریم به یه فصلی نزدیک میشیم، فصلی که برای یه سری ها آغازه، برای یه سری ها پایان، برای یه سری ها انگیزه و امیده، برای یه سری ها یأس و ناامیدی. فقط به خودت بستگی داری که کدومش رو انتخاب میکنی. بچه مدرسه یا دریغ نشیم، شهریور اصلا دوست نداره، چون اشغالشون داره دوام میشه. دانشجوها مدرسه یا دیگه یواش یواش باید کولشون رو جمع کنه، چون که اول مهر داره میاد و هفته صبح باید بزرون بدون رو خودت بگیشی که اصلا یادم نمیره. خیلی سخت بود. ای دوست داشتی 5 دقیقه دیگه بخوابی، تو رو خدا 5 دقیقه دیگه. آخ یه چه روزایی بود. من مهر شروع شد و دیگه باید بری مدرسه. شاید شروع پاییز باشه. ماهیت پاییز ناامیدیه، ماهیت پاییز سختیه، از دست دادنه، خیلی سخته. کم تو پاییز واقع نداشتیم، کم تو پاییز ناامیدی نداشتیم، کم تو پاییز زیبا، آذر خوش صدا، واقعا که چه ماهای قشنگی هن اینا. کسایی که تو پاییز به دنیا میان اینا خیلی مقاومن نسبت به هر چیزی، نسبت به سختی، نسبت به ناامیدی. اینا رو نمیتونی به این راحتی مایوس کنی یا از چیزی وادارشون. اینا با سختی بزرگ شدن، اینا با ناامیدی ها کنار اومدن، اینا بلد فنن. به اینا نمیتونی هیچ بزنی، هر چی بزنی خودت ضرب فن نمیشی. سال نزدیکتر میشیم، خشکتر و سردتر و بیروحتر میشه همه چی. آره دی هرچی با آخر سال نزدیکتر میشیم، آدم های قوی تری به دنیا میان، متولدین قوی تری داریم. سختی و سردی، ولی سختی و خشکی و سردیش خیلی بیشتر از تفریحات و شادی و لذتشه. من خودم این سردی رو دوست دارم، چون حداقلش، یعنی بزنید داری باید بگم، اینایی که تو فصلهای گرم به دنیا میان سردی رو دوست دارن، اینا رو بهتون گفتم میتونید دلگرم باشین. قشنگ تو همه چی موقعیه که میتونن امید رو براتون بیارن، دلگرمتون کنن، با آینده ادامه بدی، کم نیاری. هرچند که متولدین این فصل خودشون سرسخت‌تر از اینا، بهمن اصلا ابهت اسمو نگاه، بهمن قدرتی که تو بهمن هست، ویرانگری، پرتلاش بدون توقف، واقعا
اسفند، اسفندی که زنگ خطره برای کارهایی که نکردی، برای دلهایی که به دست نیاوردی، تلاشهایی که نکردی، جایی که ناامید شدی. هرچند که زنگ خطر رو میزنه ولی میگه بیا و جبران کن، چرا که نه، هنوز وقت هست. در این ناامیدی